خانم مکارمی، اگر موافقید با خلاصه ای از داستان شروع کنیم. داستان توتال همونجور که فکر میکنم از شنیدن اسمش اولین چیزی که به ذهن مخاطب میرسه همون شرکت نفتی توتال هستش، اصلا در مورد نفته، ولی توی سه فصل روایت میشه. این سه فصل سه تا داستان به ظاهر مجزا از هم دارن، ولی به وسیله اون خط داستانی نفت و اون اسطوره هایی که توی داستان نوشته شدن، ساخت و پرداخته شدن، این سه فصل به هم دیگه ارتباط پیدا میکنن. فصل اول توتال در واقع توی فضای کاملا تخیلی و افسانه‌ای نوشته شده. فصل دوم تقریبا به زمان ها نزدیکتر میشه، مثلا حدود شاید 60-70 سال پیش، و یه مقدار شخصیت های دنیای واقعی نفت، شخصیت های تاثیرگذار تو دنیای واقعی نفت ما ایرانی ها به خصوص توش حضور پیدا می کنن، و فصل آخر دیگه کاملا توی زمان حال اتفاق می افته و حال و هوا و فضاش خیلی رئال تر از دو فصل قبله. ایده این داستان چطور تو ذهن شما شکل گرفت؟ خب ما جنوبی ها مردمی هستیم که به هر طریق یه جورایی با قضیه نفت درگیر بودیم و هستیم، حالا چه به صورت شغل و اشتغال تو مناطق نفتخیز باشه، چه به صورت زندگی در هولوهوش و پیرامون اون محوطه‌های نفتی باشه. ولی یه مقدار کلانتر بخوایم نگاه کنیم، توی یه کشوری مثل ایران نفت تجربه زیسته تک تک مردمه، حتی اگه به طور مستقیم باهاش درگیر نبوده باشن، حتی اگه از نزدیک ارتباطی باهاش نداشته باشن، لمسش نکرده باشن. نفت یه موضوعیه که توی سیاست ما دخالت میکنه، توی اقتصاد ما دخالت میکنه و تقریبا روی همه جوانب زندگیمون تاثیر میذاره، و فکر میکنم که طبیعیه که این ایده شکل بگیره و نوشته بشه. رمانتون درباره کارگران، درباره استعمار، فقر و جهل، اونم تو فضایی با آفتاب سوزان و طبیعتی خشن. از این نظر خیلی شبیه داستانایی که با موضوعات مشابه درباره زندگی تو جنوب ایران نوشته شده. اما کتاب شما برخلاف خیلی از این آثار رویکردی واقع‌گرایانه نداره. چرا؟ شاید علتش این بود که احساس میکردم توی فضای واقعی شاید نتونم خیلی از نکته ها و بحث ها و ایده هامو ابراز کنم، ولی توی اون فضای ساختگی دستم باز بود برای اینکه تموم اون نکته هایی که ذهنمو مشغول کرده به داستان در بیارم. از طرفی من میخواستم داستانم قصه گویانه هم باشه، یعنی نمیخواستم فقط یه ماجرای واقع‌گرا رو نوشته باشم، میخواستم برای مخاطبم قصه هم بگم. برای همین فکر میکنم جذب این سبک شدم. وقایع کتاب توی یه مکان خیالی اتفاق میفته به نام خنازیر، و تا جایی تو کتاب زمان داستانم کاملا نامشخصه، تا اینکه اشاره مختصری میکنید به شخصیت‌های تاریخی مثل مصدق یا شیخ خزعل، فرماندار خرمشهر در اواخر قاجار و اوایل رضاشاه. چرا یه سرزمین تخیلی و یه زمان نامشخص انتخاب کردید، اما بعد با بردن نام این شخصیت‌ها داستان رو از نظر زمان مانی و جغرافیایی محدود کردید؟ خب شاید من بتونم اینجا با شما یه مخالفت کنم. من درسته که از این اسامی به صورت نمادین استفاده کردم، مثل همون توتال که من از اون کلمه به صورت نمادین استفاده کردم تا یادآور مقوله نفت باشم، ولی خب همونجور که میبینید سرنوشت شیخ خزعل سرنوشت واقعیش نیست، باز هم برمیگرده تبدیل به یه افسانه میشه، تبدیل به یه اتفاق خارق العاده میشه سرنوشت زندگیش. در واقع خودم احساس میکنم که من سعی کردم از این اسما به صورت نماد استفاده کنم. در این حال میخواستم پیوند بین بخش اول که کاملا تخیلی بود و بخش آخر که به رئالیسم نزدیکتر میشد رو با این اسامی توی فصل دوم برقرار کنم. شخصیت یحیی که راوی فصل دومه یه پسر بی سوادی بوده که بعد از یک سال و اندی زندگی با سر هرود، مرد انگلیسی صاحب نفوذ شرکت
شرکت نفت خوندن و نوشتن یاد میگیره. یحیی اما تو کتابتون از بردهداری مدرن حرف میزنه یا درباره آرامشی که از تربیت مسیحی میاد نظر میده. با چه توجیهی این شخصیت تازه با سواد شده چنین دیالوگهایی رو ادا میکنه؟ توجیه اصلی خودم که قلبم بهش باور دارم اینه که من شخصیت‌های داستانی رو آفریدم برای اینکه ایده های منو پیاده کنن و حرفای منو بزنن. من واقعا قبول ندارم که یه شخصیتی بسازم و به جای اینکه اون شخصیت به من وفادار باشه و خواسته های منو برآورده کنه من دنبال روی اون قرار بگیرم. نه، فکر میکنم درستش اینه که اون شخصیت اجرا کننده ایده و دیدگاه های من باشه. از طرفی توی فصل دوم یحیی با یه فاصله زمانی داره خاطرش رو تعریف میکنه. در نتیجه خب میشه گفت که توی اون فاصله زمانی شاید بیشتر فرصت فکر کردن یاد گرفتن داشته. به علاوه هر فردی میتونه مطابق سبک زندگی خودش، مطابق دریافت های خودش از زندگی، تجربه هایی که داشته، مسائل عمیق رو بیان کنه. اگه میشه چند خط از رمان توتال برامون بخونید. دماغ شد، توی لک رفت. از اینکه باورش نکرده بودم حالش گرفته شد. گفت خیلی خوب، بی خیال، بیا اینجا چیزی بخوریم. از بساط سر هرود کمی نوشیدنی باقی مانده بود. ته بطری آخر بود که ریختمش توی دوتا استکان. گفتم به سلامتی رفاقت. خندید و گفت به سلامتی زن ریشو. رفتیم بالا، سرش گرم شد. حالا دیگر آماده بود. من هم آماده بودم که برویم کار را تمام کنیم. بیرون که رفتیم کنار درخت مکسی کرد. انگار آن زن را می دید یا توی جای خالی آن زن او را می دید یا نمی دانم. به هر حال مکس کرد. من هم ایستادم، نگاه کردم تا مطمئن شوم هیچ موجود زنده آن دوروبر نیست، چه برسد با آن زن که سالها پیش رفته بود. از همان زمان مرگ سرهرود غیبش زده بود. مرا به نفرینی ابدی به همین سرگردانی و بیمرگی دوچار کرده بود و ناپدید شده بود. بعد رفتیم. تمام شد. بعدش رفتیم توی تاریکی و همه چیز تمام شد.